از ما پرسان میکنی؟ شما نمیفهمید؟ نه. هیچ ارتباط ندارین بهش؟ قطعا نه. گفتم این شب بیرون از افغانستان لندن رفتن. امروز ما خبر شدیم که امرخیل کشور ترک گفته. لندن رفتن. نمیفهم لندن رفته و کسی گفت لندن رفته، کسی گفت دبی است. آیا هنوز هم آقای امرخیل پیش شما وطن دوست و قهرمان است؟ این قضاوت باید مردم افغانستان بکنن. شما قضاوت کردن پیش از این؟ خامیدن این قضاوت مردم افغانستان بکنن. در یه چک نیست که نوار صوتی خودش منکر شده، اگر از خودش باشه به ثبوت برسه واقعا که یک صدمه بسیار بزرگ رسن. آدم ما روز گفتیم آدم کارکن بود، پشت کار بود، پر انرژی بود. اما اگر تثبیت شده که نوار صوتی از خودش است، خودش اعتراف بکنه، واقعا صدمهش اگر از او نباشن صدمهش برای کمیسون رسیده در یه چک نیست. یعنی میست که بیباوری ها را به اصطلاح با میانه آورده. آقای نورستانی، بحث قضاوت تاریخی و مردمی را اگر میگن او جداست برای آینده ها. شما به عنوان رئیس کمیسون یک زمان آمدن قضاوت کردن. حال هم به اون باور هستین یا خیر؟ ما میخوایم بفهمیم. ما چرا کم قضاوت کردن؟ گفتن که آقای امرخیل یک شخص وطن دوست، وطن پرست و قهرمان و جوان با انرژی است. قهرمان نگفتن؟ نگفتن؟ نه نه، قهرمان نگفتن. پس چی گفتن؟ وطن پرست؟ ما گفتم که یک شخص پشت کار، پر انرژی، پر کار بود. کار کشته و وطن پرست است. وطن پرست هم نگفتیم. وطن پرست هم نگفتیم؟ نه، وطن پرست هم نگفتیم. فکر نمی کنم و قهرمان خواهر. فکر نمی کنی یا نگفتیم؟ یاد من نیست. خب اگر گفته باشن آن فکر می کنی به اون شکل است یا نی؟ نه خب حال دیگه تغییر کرده. چطور؟ فراری از او چرا باید فرار کنه؟ فرار کرده؟ خب میگم نه، اگر خودش ملامت نمی بود، گناهکار نمی بود، باید دفاع میکرد، باید اینجا می بود. خب یعنی شما ببین نتیجه رسیدین که گناهکار است که دیگه نیست. خواهی که فرار کرده خب معلوم است که کدام مشکل داشته. حالا بیاین، خب خیلی واضح شد دیگر موقف شما در مورد آقای امرخیل امشب بسیار روشن است. که فرار کردن و همین نشان میده که یک مشکل بوده. فرار خب گفتن دیگر حالا آقای یعنی ما شنیدم، ما به چی میخواد ندیدم. ما فرارش هم میخوایم. شما امیال گفتن که فرار کرده یا خیر؟ گفتن امروز، گفتم که در دفتر امروز شنیدم که وطن ترک کرده، کسی گفتن به لندن رسیده، کسی گفتن به دبی است. آلی بیاین، این اوارها روش کار شد، شما هم گفتن که بررسی میکنن. اگر بررسی کردن کارش به کجا رسیده؟ اگر نهاد دیگه کمیسیون شکایت یا هر نهاد دیگه بررسی میکنه و این ثابت میشه، چی میشه باز؟ ثابت میشه میره به سرانوالی دیگه. به سرانوالی؟ سرانوالی کجا؟ لندن یا اینجا؟ اینجا دیگه به آقای امرخیل خواه اینجا نیست. خب دیگه ما روش نمیفهم که کمیسیون شکایت فکر میکنیم گفته اگه در موجودیت از او در غیر از او ما بررسی میکنیم نوار. ما بررسی که شما چی میشه باز؟ ما نمیفهم چی میشه جواب. شما نمیفهمید؟ نمیفهم. خب این صداها رو شنیدین؟ بله. اینی تماس ها بوده؟ اگر امی ثابت شود که آقای امرخیل است، بله، بعدش چی میشه در مورد نتیجه انتخابات؟ چی جزایش ببینه؟ من نمیفهم که غور باز کمیسیون شکایت انتخاباتی تثبیت میکنه که جزایش در کجا ببینه آقای نورستانی؟ خب از هر جایی که ببینه بخواه حکومتی قدرت داره که به اصطلاح رو پس استعداد بکنه. یعنی فکر میکنی قدرت رو داره؟ چند نفر از این نوع خواسته شده؟ نداره دیگه. شما به عنوان رئیس کمیسیون؟ من رئیس کمیسیون آورده نتانوره که وقت دولت آورده نتانوره. اجازه بتن که من سوال خود رو بپرسم. هدف این نیست که شما بیارن رئیس کمیسیون. شما به عنوان رئیس کمیسیون کار اعضای کمیسیون چطور ارزیابی میکردن؟ چطور با آقای امرخیل تماس داشتین؟ چطور شما نفهمیدین که این همه گپ ها زیر دست شما جریان داره؟ آقای امرخیل ما دیگه مکالمات تلفنی از اون چی بفهم که شما تلفن میکنین؟ مثلا امرخیل کارش درست بوده از لحاظ کارهای رسمیش که مسئولیت به او سپرده میشد، اما مکالمات تلفنی مخفی از اون ما چی میدیدیم؟ هیچگاه حسام نکردین که چون این چیز جریان داره؟ ابدا ما ارمی حسام خدا شاهد است ما نکردیم که طور مکالمات تلفنی رو داشته باشیم. آقای نورستانی شما بیاید و هیچ کمیشتر نکرد، ولی در بعض مسائل امرای از هم هر روز برخواست داشتیم ما که نفرهایی که به اصطلاح نفرهای موقتی که برای یک روز استخدام میشن، دیپ سی آی که استخدام میشن، قانونی صلاحیت استخدام کارمندهای موقتی رو برای از او داده. سر اون موارد ما بسیار زیاد امرای از او جنجال داشتیم. شما وقتی که میگن جنجال کردن تماس تلفنیش هم نشونده بودن، چرا آمدن وقتی که این نوارها نشد پیشتواری کردن؟
آمدن آقای امرخیل شما به گونی معرفی کردن که هیچ کار انجام ندادن. اونا بعد از استفار ما که گپ خود زدم و پیش از اعلان نوار بودن. نه بعد از یک روز بعدش بود؟ نه آقای نورستانی، یک روز بعد از پخش نوار آقای امرخیل استفا دادن؟ نه شما بیاد ندارن؟ نه یک روز پیش بود. یک روز بعد بود آقای نورستانی؟ به هر حال تا جایی که من میفهمم خب یک روز بعد بود. یک روز پیش بود. خب سعی این را هم میگذارم بعدترش هم اگر شما خواستید باز آرشیو ما نشان میدید. یک روز پیش بود، بعد از او روز بعدش نوار نشر شد. یعنی یک روز پیش استعفا دادن؟ یک روز پیش استعفا دادن بله. نه خب ما میخوایم بحث اعلام استعفایشان یک روز بعد از نوار بود یا یک روز پیش از پخش نوار؟ اعلام استعفایشان یک روز پیش بود. بازم تاکید میکنم. بله. خب خیلی این را هم میگذارم برای بیننده ها که یک روز بعد بود یا یک روز پیش. به هر حال شما به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که آل میاین به گونه میگن که قضاوت پیشتر ما تغییر کرده دیگر، اما با آن که میگن که او یک روز پیش از پخش نوار بود بله. ولی به هر حال دارشیف هم هست. بله بله هست. من میخوایم بفهمم که فکر میکنن که آل به این نتیجه هم تا جای رسیده چه تأثیر میگذاره اینمی صدا بالای نتیجه انتخابات؟ خب این برداشتتان چیه؟ تأثیر خود خوب گذاشته. نه بالای نتایج هدف ماست. بالای نتایج ما فکر میکنم که ببینیم بعد از تفتیش. خب حالا اگر اینی صداها را شنیدن این ثابت شد چه تأثیر میگذاره؟ ببینیم صداهایی که ما شنیدم مثلا در امرای یک کارمند غزنی صحبت میکرد، یک کارمند لغمان صحبت میکرد، در فاریاب صحبت کرد، یک کارمند هم در فاریاب صحبت کرد، با یک کارمند خود ستاد انتخاباتی اشرف غنی فکر میکنیم صحبت کرد، با یک کارمند فکر میکنیم که با والی بوده یا ولسوال خود ولایت پکتیکا صحبت کرده. یعنی زیاد تر نتیجه تأثیر نمیده. چقدر صحبت های زی در نتایجی که از پکتیکا و پکتیا و خوست آمده یا از فاریاب آمده تأثیر داشته. یک موضوع دیگه هم از آقای نورستانی. ما با یاد دارم که ما شبهای شب با شما گفتگو داشتیم در اینجا. آمدم مردم انگیزه دادم که برن رای بدن. بله. آمدم صدای نهادهای انتخاباتی را به گونه اینجا آینه شدیم که مردم بشنون. حالی که همه گپا برآمده، دیدگاه شما هم تغییر کرده، میگن با اینی کسا صحبت کرده. ما میخوایم خیلی رک روشن بگوییم به مردم که امروز آقای امرخیل پیش شما به عنوان یک وطن پرست، به عنوان یک وطن دوست، به عنوان یک قهرمان است یا به عنوان یک خائن ملی؟ او رو گفتم که قضاوت چه مردم بود. بعد از اینکه این نوار تحقیق شوه خودش منکر است، قضاوت چه محکمه بکنه؟ قضاوت مردم افغانستان بکنه. شما چه قضاوت میکنید؟ پیش ما یقیناً که این نوار با نشر این نوار تاثیرات سویشه یا تاثیرات ناگوارش بالای کمیسیون داشته و تثبیت ازی. شما چه لقب میتین بعدن به آقای امرخیل؟ خب لقب دیگه ما چون شما یک بار لقب دادن دیگه ما... این بار چه لقب ندادم. ما گفتیم پشت کار بود، زحمتکش بود، پر انرژی بود، وطن پرست بود. وطن پرست ما نگفتین؟ یاد من نیست. ما دیدیم ما یادم هست. اما قهرمان نگفتیم با این قاطع بسید. حال ما میخواییم بفهمم. حال چی لقب میدیم برای چی میگیم در مورد آقای امرخیل؟ خب کار خوب نکرده. تنها کار خوب نکرده؟ لقب ما نمیدیم. لقب خودت هم بدین، مردم افغانستان بدین. ما خوب با ایمان محکمه بده چی لقب. شما چیزی نمیگین؟ ولی میگین کار خوب نکرده. طبعا. ابدا کار خوب نشده. ابدا کار خوب نشده.